با سلام خدمت دوستان، در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش ساخت افزونه مدیریت کاربران که اسمش رو گذاشتیم تاکس ممبرشیپ. گفتیم اول کاری بیایم این ثبت نام با اس ام اس اینا رو بشه، ولی کارهایی هم هست خوب باید انجام بدیم دیگه برای پلاگین ساختار خودش. یکی اون من این چیزی که قرار بگیم اونجا لیست کردم که چیز ویدیو نندازم، یکیش اینه که مطمئن بشیم که این فایل PHP مستقیما آدرسش تو مرورگر وارد نمیشه. مثلا به این شکل کسی بیاد بنویسه، بذار بریم داخل، مثلا کسی بیاد بنویسه tax wp dash content dash plugin dash tax membership dash tax membership dot php. ببینید این خطا میده دیگه. خب ما میگیم چیکار بکنیم؟ اینجا میگیم که اگر یه ثابتی هست تو وردپرس، تو فایل کانفیگ رو اگه باز کنیم جایی باشت، اینا ها، این که ایندکس بلاگ هیدر لود ببینیم نیست، اینا هاش تو لوده، تو دبلیو پی لوده، تو ریشه جایی که وردپرس نصب کرده نوشته ای بی اس پد یه ثابت. اگه این نباشه یعنی این که وردپرس لود نشده. پس ما میگیم که اگر find abs pad، خب چک میکنیم که اگر این ثابت نبودش، خب این تابه defines چک میکنه ببینیم که این هستش، اگه باشه true برمیگردونه، اگه false باشه false. ما نقیضش رو میذاریم میگیم اگر نبود die you can access this file directly. این هم به این شکل. خب میریم ادامه. میخواییم چون لازم فایل ها و چیزامون رو لود بکنیم، ما هم اسکریپت داریم، فایل سی اس اس داریم، و یعنی که میخواییم یه فایل پی اچ پی دیگر رو لود بکنیم، یه دو تا ثابت تعیین استفاده میکنیم برای اینکه آدرس پوشه رو به پد، یعنی آدرسش و یو آر الش رو، پد از لحاظ سیستمی آدرسش روی سیستم و یو آر الش رو برای ما این چی کنه. میام اینجا، خب در اینجا ما می نویسیم که یک ثابت تعیین می کنیم به اسم، حالا فعلا کوچیک می نویسم بعد بزرگش می کنم، tax membership pad dir pad، حالا من معمولا می نویسم، هم عادت دارم می نویسم pad، این رو انتخابش میکنم، کنترل شیفت پی رو میگیرم، این میسم آپر، این ترانسپورت و آپر کیس میاد این رو میسم. یک تابعی هست به اسم پلوگین دی آی آر پت. خب این یک چی هم میگیره، یک پارامتری هم میگیره، یک آدرس یک فایل پی اچ پی رو که داخل پوشه پلاگین هست بهش بدید، این آدرس اون مسیر سیستمی پوشه پلاگین رو که این فایل توش باشه رو برمیگردونه. واسه همینه که تو فایل اصلی پلاگین میذارنش معمولا. این دوتا ثابت رو اونجا تعریف میکنم، define tax member shape url، بخشید دش نبرد بذاریم underline، حواسم نبود، URL plugin
DIR URL. تابع بعدی DIR URL هست. اون هم این هم مثل قبلی یک آدرس یک فایل ما بهش میدیم از ثابت فایل. ثابت فایل آدرس همین فایل جاری رو که داخلش هستیم برمیگردونه. این رو بهش میدیم و اون آدرس URL منطبقش رو برای ما برمیگردونه. این رو هم به حروف بزرگ تبدیل میکنم. خب پس الان من مسیر شامون دارم دیگه. خب میام اینجا و توابعی هستن، سه تا تابع هستن، سه تا تابع رو من خدمتتون معرفی میکنم. ببینید یک تابعی هست به اسم register activation hook. خب این چیکار میکنه؟ خب ما این رو بریم داخل مرورگر هم سنداتش رو با هم ببینیم. هیچ جایی نمیره این عجبه. باشه من از اینترنت هم درست کنم. خب دوستان حلش کردم، مشکل اینترنت برطرف شد. register activation hook رو سرچ میکنیم، میریم این نگاه میندازیم بهش. خب این هم مثل همون پلوگین DIR پد و پلوگین DIR URL پارامتر اولش همون فایل PHP که به عنوان فایل اصلی پلوگین شناخته میشه. قبلا در این مورد صحبت کردیم، گفتیم فایل اصلی پلوگین فایلیه که هدرهای پلوگین رو داره. پارامتر دومش یک فانکشن هست، یا یک فانکشن بینام باید بشیم، یا اینکه تو پی اچ پی نمی فکر کنم 7 پی اچ پی 7 بود که فانکشن های بینام اومد. پس پارامتر اول که میدونیم میشه همون فایل، آدرس فایل اصلیمون اینه. ببینید این آدرس فایل اصلی پلاگین نیست، این آدرس فایلیه که الان توشیم و فایلی که الان توشیم فایل اصلیه پلاگینه. در نتیجه میتونم من از ثابت فایل استفاده کنم. یا میتونم یه فانکشن بینام بهش بدم به این شکل. این تو PHP 7 میتونم فانکشن بینام استفاده کنم. من بذارمش indent روی tab. آره. خب. یا اینکه اینجوری، یا اینکه همون مثل حالت سابقش ما میام اینجا یه فانکشن معرفی میکنیم. class membership plugin activation و بعد نام اون فانکشن رو اینجا به عنوان پارامتر ارسال، مثل apply filter، مثل یکم بزرگترش کنم براتون. ببخشید زیادی بزرگ شد. مثل apply filter، مثل add action. خب پس هر حالتی رو که راحتید، اگه هم که چی استفاده میکنید، چجوری براتون بگم، OOP یا شیگرا، اون هم الان خدمتتون عرض میکنم. حالا این register activation hook، پس این همون جاییه که پلاگین فعال میشه، یعنی در این قسمت وقتی کاربر میاد به این وزاره اینجا. لوکال هاست فلکس WP admin admin باشه مکنم تا بیسکن رو خب. یعنی همون جایی که میاد داخل ابزونه ها و دکمه اکتیویت رو میزنه. خب من اینو غیر فعالش میکنم. خب واسه اینکه مطمئن بشیم این درست کار میکنه WP die اینجا میذاریم. WP die tax membership plugin activate.
Activated. خب اکتیویت رو میتونم ببینید چه نوشتش. خب این یه نقطه مقابل هم داره، یعنی زمانی که دی اکتیو میشه. یک چیز دیگه هست، من همین رو کپی پیست میگیرم چون میخوام همین کارو بکنم، فقط میخوام نام این رو عوض کنم. این دی اکتیویشن بوک، نام این هم عوض میکنم دی اکتیویت. حالا اگه هر مدلی که خودتون دوست دارید، این نام فانکشن رو من دوباره اینجا میذارم برای دی اکتیویت. خب حالا تو دی اکتیویتش، خب این دفعه برای دی اکتیویتش دایم. خب الان اینو اکتیوش کردیم، این هیچی، ببینید اکتیو شد درسته. حالا وقتی دی اکتیو میکنم این بشه درد میخوره. یه زمانهایی پلاگین ما نیاز داره، ما مثلا با عنوان مثال میگم جدول بانک اطلاعاتی بسازیم، میخوایم موقعی که پلاگین فعال شد اون جدول ساخته بشه، و موقعی که پلاگین مثلا آنیستال شد اون جدول ها پاک بشن. نه دیگه، تو معمولا تو دی اکتیویت جدول ها رو پاک نمی کنن، تو آنیستال پاک میکنن. یعنی موقعی که کاربر بیاد اینجا، من اینو برش دارم که این دایت که نیاد، یعنی کاربر دی اکتیویش کرد هیچی، بیاد دلیتش رو بزنه، این میشه آنیستال، دلیت رو بزنه. خب پس یکی دیگه هم هست به اسم آنیستال. رجیستر آنیستال هوک. خب گرفتین. خب والا اینو فعالش نمیکنم چون این فایل ها پاک میشن. خب اینو الان نمیتونم دلیتش رو بزنم، اینو بزنم خب پاک میشه همیشه. پس یکی هم داریم به اسم register uninstall hook. پس register activation hook برای زمانی که کاربر پلاگین رو اکتیوش میکنه، یعنی فعالش میکنه، نصبش کرده، اون نصبش هیچ، دکمه فعالش رو میزنه. register deactivation hook موقعی که دیاکتیوش میکنه، یعنی میره دکمه غیر فعالش رو میذاره اینجا، این دی اکتیویت. بریم تو حالت فارسی. خب یعنی اینجا میاد اینجا دکمه غیر فعال رو به عنوان مثال میزنه. خب حالا ما که اینجا هنوز فعالش نکردیم، فعالش میکنیم دوباره. خب ببینید الان چه شد، این چرا انگلیسی شد؟ چیش از کار افتادم؟ نزه. خب ما اینجا از اینو بازش کنم بگم اگه هیچ زبانی واسش تعیین نشده بود، حالا ما گفتیم زبان تعیین نشده بود انگلیسی، نه حالا میگیم فارسی. فا آی آر. اگر این پارامتر دی وجود نداشت فارسی رو در نظر بگیر. غیر فعال. خب حالا اونایی که غیر فعال میونه دکمه پاک کردن دارن دیگه، این پاک کردن از اینجا میاد، register uninstall hook. این زمانیه که موقعی که اون پاک کردن رو زدنش رو میشه. خب حالا ما اینو که نمیخوایم اجراش کنیم چون میدونیم فایل همون پاک میشه. خب این از این، پس ما الان این کارا رو، این register رو انجام بدیم. خب البته من معمولا حالت چی استفاده میکنم، شیگرایی استفاده میکنم، که الان اون رو هم خدمتون اینجا میگم که اگه خواستون طورت شیگرایی استفاده کنیم بشه شکل. ما میایم یه کلاس میسازیم این رو کاشی بذارم اول این قسمت ها رو بگم خدمتون، بعد آره دیگه آره، بعد فرم به صورت فانکشنال جلو میریم، بعد اول اگه شد بعد از این قسمت اولیش میبرم صورت شیگراشون، بعد بریم اون قسمت بهترین هم واسه پلاگین های بزرگ و محکم از بیشتر از اون حالت استفاده میشه. خب میایم اینجا، خب این رو هم گفتیم دی بی دلتا. خب پلاگین ما یه جدول نیاز داره، چه جدولی؟ ببینید موقعی که کاربرا میان میخوان ثبت نام بکنن، ما گفتیم میخوایم با اس ام اس انجام بشه دیگه.
خب یارو میاد نام و اینا رو مینویسه و شماره موبایل رو مینویسه ارسالش میکنه. فقط یه مشکل این وسط، اگر این رو باید در نظر بگیریم، اگر این کاربر خب اینا رو که میفرسته یعنی اینجوری خدمتتون هستم، یه جایی ما باید نگه بداریم موقعی که جواب اس ام اس رو میدیم بهشون، میگیم که این کد 4 رقمی رو بزن، این یه جایی باید ذخیره بشه که این بعد موقعی که واسه ما میفرستش ما تطبیقش بدیم دیگه، بگیم این همون کده یا نه. پس یه جدولی میخوایم، یه جدولی باید درست بکنیم اینجا. اسمش هم خب مثلا همون تاکس ممبرشیپ، مثلا اس ام اس کانفرم میذاریم اسمش رو، مثلا این گزینه خوبیه. خب پس من میام دی بی دلتا رو من اینجا واسه تون سرچش کنم ببینیدش. دی بی دلتا کمک میکنه ما باش جدول تو بانک اطلاعاتی بسازیم، و یه خوبی هم داره این فانکشن که اینجا هم الان، یعنی با دی بی دلتا اینجا هم جوری که اینجا توضیح داده، یک به قول معروف دیتابیس رو دست میزنه برای منظورهای خاصی با دستورات سیکوئل. حالا اینجا هم توضیح داده که بیشتر برای ساختن تیبل استفاده میشه. پارامتر اولش خب ما همون پارامتر اول استفاده میکنیم، یا میتونه استرینگ باشه که یا استرینگز، یعنی آرایه ای از استرینگ ها باشه، یه دستور میتونیم بدیم یا اینکه چند دستور رو تو یه آرایه بهش بدیم اینا دونه دونه اجرا بشه. این پایین هم یه نمونه واسمون گذاشته ببینید، خب که ما به راحتی میتونیم از همین استفاده کنیم. من همینو میارم، اون بدنش رو نمیخوام. خب این ماجراش چیه؟ من اینو خدمتتون توضیح بدم. این گلوبال WPDB یک کلاسیه برای که خود وردپرس از این کلاس استفاده میکنه برای دسترسی به دیتابیس. خب ما اون رو فراخونی میکنیم که بتونیم این پریفیکسش رو به دست بیاریم. این پریفیکس حالا چه کمکی به ما میکنه؟ این رو بذارید من این مثلا دبیلو این رو اینجا ما بذارم تو دیتابیس برای تو باشه. گوشی من زنگ خورد یه لحظه. خب دوستان ببخشید چرمنده داشتم تلفن رو جواب میدادم. خب ببین پریفیکس که اینجا من لوکال هست php my admin هم به تاکس. ببینید هر جدولی تو دیتابیس یه سری پسوند داره دیگه، اینجا WP underline که داخل فایل config یهاش تیبل prefix اینجا تعیین میشه. خب که ابتدای هر جدولی این میافته واسه به دست آوردن این، واسه اینکه ما هم جدولی که میسازیم باید از همین الگو پیروی کنه، واسه به دست آوردن پریفیکس خب یک متغیری هست که از کلاس WPDB و همین اسم خودش مشتق شده. اون متغیر گلوبال ما اون رو فراخونی میکنیم و از اون متغیری که پریفیکس رو میگیریم، ساتون بزرگتر میکنم، یکی پریفیکس رو میگیریم، یکی کلایت رو میگیریم اگه درست تلفظش کنم. خب این یکی نحوه چجوری بهتون بگم. ببینید الان اینی کمی پیچیده‌اش می‌کنه تو دیتابیس ها، مثلا تو مای اس کیو ال خب ما یه کارست داریم اینجا، مثلا اینجا نوشته کولیشن. خب کارست میگه نحوه ذخیره داده هاست، میگه که بر چه اساسی بر یونیکد ذخیره بشه. کولیشن برای مرتب کردن میگه بر اساس چه استاندارد کدینگی برای کاراکترها من اینا رو مرتب کنم، من اینا رو ایندکسشون کنم، جستجوشون کنم،
خب این برای اونه. واسه اینکه کلکشن دیتابیس رو هم به دست بیاریم که همون مال وردپرس رو به دست بیاریم از این استفاده میکنیم که این دوتا رو الان من اینجا دارم. بعد میتونم جدولم رو پایین تر بسازم. اگه با سیکول آشنایی نداری، چون الان چیزی که من میخوام اینجا بسازم راحت میتونم با دستکاری همین. من خودم معمولا راحت با اینکه سیکولم راحت باش کار میکنم، میام این کار رو انجام میدم. میام جدولم رو اینجا میسازم. خب میام داخل PHP My Admin، اسمش رو میذارم WP underline tax member ship SMS config. یه اسی هم میذاریم آخرش جمع بعد. خب من اینجا اون کلید آیچه ستون آیدی رو میگیرم، همون شماره موبایل دیگه، اسمش رو میذارم موبایل، اینو استرینگ میگیرمش، ورکر 11 کاراکتری دیگه، ما میگیریم 20 تا سه اطمینان. شاید به هم چیز اضافه توش ذخیره بکنیم. ایندکسش رو هم میذارم روی پریماری. اوکی. یکی هم کد هست، کد ممکنه عدد باشه، ممکنه حرف حروف باشه. ما فرض میگیریم که عدده، اون رو همون اینت میگیریمش، به جای کمتری تو به جای استرینگ میگیره تو دیتابیس. حالا نظر خودتونه، اینا میتونید ورکر بذارید مثلا جور راحت. من اینت میگیرمش که بتونم تورهای متفاوتی بهش بدم. خب این از این. و من اینو فعلا همینجوری به همین شکل ذخیره میکنم. خب این الان اینجا اومد، درسته؟ یکی از ساده ترین راه حل ها واسه گرفتن کدش، حالا ابزارهای خود PHP My Admin هم داره، ولی اگه یادتون رفت و هر شکلی خواستید ساده ترین راه حل رو به دست بیارید، تو همون جدول برید که ساختینش، اکسپورت رو بزنید. خب این رو بازش کنید، بذاریدش روی تکست اگه باشه که آره ایناش دارمش روی این وشه، این رو بذارم روی کاستوم. بعد ویو اوتپوت از تکست ببینید، پس اکسپورت رو میزنم کاستوم ویو اوتپوت از تکست. و این هم باید روی ای بابا سیکوالش رو اصلا نداره، حالا این نسخه ای که من دارم دستش درد نکنه. یا این که میتونید از یه برنامه به اسم دی بیور استفاده کنید که حالا من اینجا نصب شدهش رو ندارم، ولی من لازم اون رو حالا اینجا اول مینویسیمش. ببینید چیز راحتی هم اساس پیچیده ای نداره. اینجا خیلی راحت میایم میگیم که مثلا نام چی، نام اون فیلد کلید رو میخوام بنویسم. اینجا حالا آیدی داره، من نمیخوام آیدی داشته باشه، گفتم اولی رو میخوام بذارم موبایل. میتونید از این کاراکتر هم که اسمش آدم رفته استفاده کنید به این شکل یا هر جور که راحتید واسه اینکه نام ها رو جدا کنید. موبایل ورکر 20 نول هم نمیتونه باشه. این یکی هم اسمشو میذارم کد اینت، نوش نول هم نمیتونه باشه. پریماریکی موبایل، این یکی رو برد امیرات. این میشه جدول. حالا اگه من چیکار اسمش رو هم اینجا نوشته بودم یادم رفت، اینجا ور میدارم اسمش رو میذارم، چون پریفیکسش رو دیگه نمیخوام، این دبلیو پیش رو ور میدارم، میشه تاکس ممبرشیپ اس ام اس کانفرمز. حالا من میرم یه دیتابیس دیگه که مثلا چی
چی داره اسمش چیه؟ ووکامرس هم روش نصبه، نگاه کنید انواع اقسام اون، یه پیشوند خود پلاگین رو گذاشته بعد نام اون جدولی که میخواسته. ما هم بیاییم همین روش رو پی میگیریم، اینو میدم بالا. خب همون جدولم تاکس ممبرشی بزن. خب این خودش اون مقدار چی رو اولش میذاره، شاید مثلا بگید چرا اولش چی نداره، if table not exist to SQL. این خودش دیوی دلتا این کار رو برای ما انجام میده. خب در ادامه هم خب دیدین کد SQLمون در ادامه میاد میگه که requirements این WP admin includes upgrade.php. این فایل رو حتما باید فراخونی بکنه، یعنی بارگذاری بکنه تا دیبی دلتا کار بکنه، و بعد اون دستور SQL رو ما به دیبی دلتا میدیم تا اجراش بکنه. خب پس به این شکل میتونیم جدولمون رو بسازیم. پس چی شد؟ ما متغیر گلوبال WDB رو فراخونی میکنیم، از طریق اون تیبل پریفیکس رو به دست میاریم با این گزینه پریفیکس، و متغیر پریفیکس درون شیء WPDB، و بعد نام جدول رو می نویسیم. در ادامه DB کلوت رو به دست میاریم، کلیت رو ببخشید، اون هم به این شکل، و توی دستور SQLمون جایگذاریش می کنیم به این شکلی که در اینجا می بینید. create table، نام جدول، موبایل کود، و بعد پریماری کی رو تعیین کردم، در ادامه کلیت جدول رو تعیین میکنیم، و بعد دستور requirements ما یک فایلی هست به اسم upgrade.php برای اینکه بتونیم به تابع DB Delta دسترسی داشته باشیم اون رو بارگذاری میکنیم، و بعد با استفاده از تابع DB Delta اون کد SQLمون رو اجرا میکنیم تا جدولمون ساخته بشه. خب بریم اینو انجامش بدیم. اول میرم تو دیتابیس جدولی رو که خودم دستی ساختم و میپکونمش. حالا غیر فعالش میکنم چون زمان فعال شدنش باید ساخته بشه دیگه. تو بارش رو انگلیسی شد. گفتیم اگه وجود نداشت همون فا رو برگرد. اینو چیش میکنم. خب اینجا میام می نویسم لوکال برابر است با آی آر. و میگیم اگه وجود نداشت، و اگه رایت تو لفت بود میگیم اگه دی وجود، یعنی وجود داشتی رایت تو لفت بود، وگرنه انگلیسی. پس میگیم اگه وجود نداشت این لوکال باید به این شه، این لوکال رو هم خودمون به این شکل در میاریم. else برابر است با، و در انتها خب این تابه رو من به این شکل در میارم که هر موقع لاین 11 چی گفته؟ درست یه else باید بذاریم اینجا. خب اگر وجود نداشته باشه که ما میذاریم داخل این else. حالا فارس شد. خب حالا میخوام فعالش بکنم تا این کتای اکتیویشن هم من اجرا بشم، ذخیره بکنم کتای اکتیویشن هم اینجا اجرا بشم و این جدول ساخته بشه. میزنم میرم اینجا نگاه کنم ببینم جدولمو ساخته. حالا جدولمو ساخته، میرم داخلش. خب اینجور که استراکچرش رو میزنم، همونطور که میبینید یه موبایل داره که کلیده و یک
کد که اینت نو، مثلا میتونم اینجا بنویسم unsigned. این باعث میشه که اینت مثبت باشه، یعنی دیگه منفی نداره دیگه. خب یه بار دیگه من حالا واسه اینکه مطمئن بشم این جدول حتما پاک میشه، خب ببینید واسه اینکه جدول رو ما پاک بکنیم، اینجا من دراپ رو اگه بزنم اینجا ببینید نوشته دراپ تیبل فران، خیلی راحت، چیزه کد راحتی داره. ما این رو برمیداریم، من این کارا رو انجام میدم که بتونم نشون بدم که چجوری میتونید از ابزارهای دیداریتون واسه به دست آوردن کد استفاده کنید. خب حالا تو یک ویدیو جداگانه واسه جلسه بعدمون یا همون شاید ادامه همین جلسه هم بگیرم که از ابزار دی بی ور یه شاید ویدیو جدا بگیرم که چجوری با اون میتونه جدول رو بسازید و کد های سیکول رو بهش بگید واسه تون بسازید. خب میام تو بخش آنستال، درسته اینجا میام همون دستور گلوبال شی دبلیو پی دی بی، همون شی که میتونیم از طریق دیتابیس رو دست بزنیم و فراخوانی میکنم، میگم WPDB. اینجا اینجا بهتون نشون بدم WPDB رو سرچ بکنه داخل گوگل. خب یک گزینه ای داره به اسم کوئری. خب حالا ما WDB رو اگر باز کنید اینجا روی گزینه‌های قشنگ میتونید رو بخونید و ببینید که چه کاری باید دقیقا انجام داد. و در این قسمت Running General Query اینجا بهتون میگه که اگه بخواید سیکوئل خام دقیقا اجرا بکنید از یه تابع استفاده میکنید به اسم Query. خب این تابع رو من باز میکنم، یه پارامتر قبول میکنم، اون هم دستور سیکوئلمون هست. ما اینجا اینجوری مینویسیمش، خب WDB بعد اینو برمیداره، شما پریفیکس رو نمیدونیم که اینجا می نویسیم WPDB prefix. با استفاده از این گزینه اینجا نام جدول رو کامل میکنیم. با drop table این هم table رو از بین میبره، میتونید سمیکالن هم بذارید آخرش یا نذارید آخرش هر جوری که راحتید، چون معمولا تو سیکوئل مای سیکوئل خطوط با سمیکالن تمام میشه. خب پس این کوئری رو برای ما اجرا میکنه و اون جدول از بین میره. حالا ما بریم این رو، البته ما تو آنستالش گذاشته میشه واسه اینکه مطمئن بشیم فایلامونو از دست نمیدیم. بریم تاکس ممبرشیپ رو زیپش میکنیم، وقتی پاک شد ما بتونیم. پس چی شد؟ دستور دراپ تیبل، نام تیبل WDB prefix واسه گرفتن پیشوند اون نام جدول. خب میام اینجا غیر فعال میکنم، فعالش میکنم. خب حالا برم چرا فعالش کردم، غیر فعال میکنم، حالا آنستالش میکنم تا چی کنه دیگه، جدول از بین ببره. میگه مطمئنی؟ داره مطمئنم. میرم نگاهی میندازم ببینم جدول پاک شد. خب همونطور که میبینید الان جدول نیست. یه بار دیگه استرکت رو میزنم، پلاگین رو برش میگردونم، میام اینجا رفرش میزنم، مدیریت کاربران فعالش میکنم و حالا میرم تو جدول تو مای سیکول، چون تو پیش می مای ادمین نگاه میکنم و میرم که داخل دیتابیس مای سیکول من جدولی که میخواستم ساخته شده. من جلسه من چقدر شد؟ 34 ساعت 34 دقیقه. خب این از این. خب این هست. حالا اگر من بخوام این رو به شکل شیگرا بنویسم باید چیکار کنم؟
خب ما تا اینجاش پیش اومدیم و گفتیم که این کار رو انجام بدیم و حالا گفتیم در ادامه گفتیم اگه بخوایم شیگراش بکنیم، گفتم خدمتتون عرض میکنم دیگه. برای این مورد من میام یک پوشه میسازم به اسم انکلوز، میخوام یک شی پلاگین هم رو بسازم، یک پوشه میسازم به اسم انکلوز، یه فایل ایندکس هم توش میسازم طبق معمول برای امنیت، یه فایل میسازم داخل وردپرس نام فایل های کلاس رو اینجوری می‌نویسم، کلاس داش نام کلاس پس بشه میخوام بذارم پلاگین و بعد پی اچ پی. خب حالا داخل این فایل هم میخوام کد هامو داخل نیم اسپیس خود پلاگین هم بذارم تا راحت بتونم نام کلاس هامو تعیین بکنم. یک نیم اسپیس به کلاس به پلاگین هم میدم، اسمشو میذارم تاکس ممبرشیپ. خب به این شکل هم میتونید بنویسیدش سر هم یا اینکه به این شکل تاکس ممبرشیپ. خب این از نیم اسپیس هم راحت اینجا حالا میام کلاس رو تعریف میکنم. کلاس اگه با پی اچ پی شیگر رو آشنایی ندارید، یه سری ویدیو هم در رابطه با پی اچ پی شیگر قبلا فکر کنم گذاشته بودم ولی دوباره آپلود میکنم همینجا میذارم تا اونا رو هم ببینید که بدون نیم اسپیس ها چیان و ولی موارد دیگه. کلاس اسمش رو میذارم پلاگین چون تو همین نیم اسپیس تاکس ممبرشیپ ساخته میشه دیگه، خیلی راحت پلاگین. خب میخوام این کلاس هم حالا اینجا یه چی بهش بدم فعلا بعدا وارد اون مباحث هم بشیم، پابلیک فانکشن کانستراکت خب نقاشه تو رفتگی هاش با تب این از این. حالا میام این اینا رو میخوام منتقل بکنم به کلاس دیگه، درسته؟ این رو میبرمش میذارمش اینجا، اینو فعلا نمیخوایمش این کانستراکت، حالا بعد به تو میگم چه دردی میخوره. خب اینم پابلیک، فقط باید استاتیکش بکنیم چون داخل شیگرایی این اکتیویشن ها قبل از اینکه ما وهله ای از اون کلاس رو بسازیم نیازی به اون فانکشن داریم، پس باید استاتیک باشه فانکشنش، فانکشن هایی که برای اکتیویت و دی اکتیو و آنیستال استفاده میکنه داخل کلاستون استاتیک تعریفشون کنید. خب خب اکتیویشن هندلر اسمشو میذارم، اسمشو میذارم اکتیویشن هندلر. خب حالا میام این طرف اینجا چی باید بنویسم؟ از یک آرایه استفاده میکنم، تو پارامتر اول نام کلاس رو می نویسم که میشه تاکس ممبرشیپ و پارامتر دومش هم میشه پارامتر دوم هم میشه نام کلاس که میشه پلاگین و در این ور نام فانکشن رو می نویسم. یه دای با سرش می ذارم. استاتیک متد ورک. خب بره فعال میکنم، خطایی که تا اینجا نداشتم فعال میکنم. خب
خب برمیگردیم به اکتیویشنمون. اینجا شاید یه اشتباهی کردیم. نیم اسپیس رو درست برده باشیم. این هم درست نوشتیم. لاگین این رو اشتباه نوشته بودیم. بله اشتباه نوشتیم. غیر فعالش میکنیم. فعالش میکنیم. باز هم همون خطا رو داد که خب ما بکنم باید سر هم بنویسیم. اینشالله اگه شد تو اینترنت نگاه میکنم. چون معمولا کلاس آماده استفاده میکنم برای این قسمت. فعال میکنم. یه لحظه موبایل بندازم. آخ ببخشید چه اشتباه ساده ای، اصلا حواسم نبود. فایل رو اصلا بارگذاری نکردیم. لود پلاگین کلاس ریکوایرمنتس تاکس حد و اینجا هم خیلی راحت می نویسیم includes class plugin.php. ببخشید شما خیلی ساده. پس چی شد؟ برای متدهای استاتیک در سمت register activation hook یه آرایه میسازیم، سمت چپ نام کلاس همراه با اگر نیم اسپیس داره مثل مال من همراه با نیم اسپیسش که یک چیزی هم میذارید این اولش یک بک اسلشی و در این ور هم خب نام کلاس رو مینویسید. این رو ما رفرشش میکنیم. غیر فعال فعال. دوباره همون خطا رو داد. بازم این آیش رو من یادم بنویسم. ای کار کرد. خب پس برای متدهای استاتیک گفتیم استاتیک تعریفش میکنید اکتیویشن هوکتون رو و در ادامه سمت چپ نام کلاس، سمت راست نام متد. این برای اکتیویشنش دیگه. اکتیویت هم همینجور ببریمش. هندلر. خب اینجا هیچ کدی فعلا واسهش نداریم، کدی پس نمیذاریم. اگرم دی اکتیویت ندارید مثلا اگر چیزی میتونید اصلا نذارید اینو، فقط متدایی رو تعریف بکنید که مثلا اگه اکتیویشن داری تعریفش بکنید. حالا من برای چی همه رو میذارم ولی اجباری داخل چیش نیست. یه خط باید به این فاصلهش بدیم. آن اینستال هم به همین شکل. الان نام متد ها رو هم البته باید بریم درست بکنیم. deactivation handler باشه برای اینه.
یه آن اسخال هم دارم. مثل دیاکتیویشن دیگه هندلر نمیخواد. اکتیویشن دیاکتیویشن آن اسخال. اینها رو هم باید استاتیک تلف کنم. استاتیک باشد قبل از چی باشه public static function public static function رنگ این عوض کنیم رنگ بهتری بذاریم نداره مونوکایو نداره آها حالا بهتر شد public static function public static function حالا اینجا فقط این میشه پس Activation Deactivation و Uninstall این هم از این خب حواستون باشه Uninstall رو بزنید فایلاتون از دست میدید اگر هر موقع خواستید این رو امتحان کنید حتما یک پشتیبانی از فایل هاتون بگیرید یک توضیحی هم برای فانکشن هامون می نویسیم Activation Handler Deactivation Hook Handler و uninstall hook handler همیشه برای کدتون توضیح بذارید main plugin class خب میریم سراغ اینها رو هم گذاشتیم این به این